عنوانش سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، اما هدفش محدود کردن بیشتر اینترنت در ایران، طوری که مجلس شورای اسلامی بررسی آن را به کمیسیون ویژه واگذار کرده. در صورت تصویب نهایی این طرح، عملاً چه اتفاقی برای اینترنت در ایران می‌افتد؟ مجلس با چه انگیزه ها و اهدافی این طرح را جلو می‌برد؟ من نیشا سرمی هستم، به چشم انداز امروز خوش آمدید. با وجود مخالفت‌های گسترده و انتقادات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی که منجر به محدودیت بیشتر اینترنت می‌شود را یک قدم جلوتر بردند. مجلس رأی‌گیری بعدی در مورد این طرح را به کمیسیون ویژه فرهنگی مجلس واگذار کرده و در صورت تصویب مجلس می‌تونه مدتی رو برای اجرای آزمایش این طرح در نظر بگیره. نتیجه و هدف این طرح هم برخلاف نامش که سیانت از حقوق کاربران است، محدود کردن اینترنت و جلوگیری از دسترسی آزاد به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی است. طرحی که اگر اجرا بشه روی کسب و کارهای آنلاینی که این روزها داغ‌تر هم شده اثر می‌گذاره. این طرح و تبعات اجرایی شدنش رو در چشم‌انداز امشب بررسی می‌کنیم. سه میهمان همراه ما خواهند بود: امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت در استودیو با من همراه، آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، و احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم. هر سه خوش آمدید. اجازه بدین که بحث رو با امین ثابتی که اینجا در استودیو با ما همراه شروع کنیم. آقای ثابتی، خیلی ها الان نگران این طرح هستن تو شبکه اجتماعی که نگاه میکنیم، به ویژه در توییتر و اینستاگرام دارن می نویسن که چقدر نگرانن. یک کاربر عادی در ایران فردای اجرایی شدن این طرح باید منتظر چی باشه؟ یک کاربر عادی فردای اجرایی شدن زیاد تفاوت خاصی نمیبینه با وضعیتی که الان وجود داره. تنها تفاوتی که ممکنه وجود داشته باشه، که هرچند که میگم حالا در ادامه بحث در موردش صحبت می‌کنیم، هستش که ممکنه اگر اینترنت جهانی رو قطع کنن، ممکن از گوگل، از تلگرام، از اینستاگرام نتونه استفاده کنه، ولی در حالت عادی اگر اینترنت وصل باشه و حالا به اینترنت جهانی در حقیقت وصل باشه، همین وضعیتی که الان داره هستش. و خب تنها موردی که شما می‌دونید تمام شبکه‌های اجتماعی تو ایران غیر از اینستاگرام، تمام شبکه‌های اجتماعی غیر ایرانی غیر از اینستاگرام در ایران مسدود هستن. درنچه اگر این ترجمه فرض کنیم من اینستاگرام بلاک کنن، اتفاقی که میفته کاربر برای دیدن پست‌های اینستاگرام باید از وی پی ان استفاده کنه، همونجوری که برای تلگرام داره از وی پی ان استفاده کنه. در حقیقت میگم، خیلی خلاصه بخوام بگم، این که تفاوت آنچنانی با وضعیت که الان وجود داره واقعش بخواد دیده نمیشه. از نظر فنی دقیقاً چه کاری میخوان انجام بدن؟ از نظر فنی این کار انجام دادن در آبان 98، انجام دادن در وقتی اعتراضات در سراوان بود انجام، و همین الان در خوزستان دارن انجام میدن. از نظر فنی اتفاقی که میفته این هستش که، و خب میگم در حقیقت دولت روحانی و آقای جهرمی این کار رو در حقیقت شتابش بیشتر دادن، این هستش که ترافیک جهانی از ترافیک وبسایت هایی که داخل ایران هستن جدا شده. همین الان اتفاق افتاده. برای همین هستش که مثلا اگر نگاه کنید، شما اگر در ایران 10 گیگابایت پهنای باند بخرید، و اگر فقط ازش تلگرام از تلگرام بازدید کنی یا از اینستاگرام بازدید کنی، ارزشش 5 گیگابایته، ولی اگر از فیلمیو، آپارات و اپلیکیشن های ایرانی استفاده کنی، ارزشش همون 10 گیگابایت هستش. اتفاقی میفته این هستش که ترافیک ها همین الان جدا هستش. میگم برام تفاوت آنچنانی نیستش، ترافیک ها جدا هستش. و خب اگر میگم کاری که میکنن این هستش که میگن از این بعد کاربر نتونه بره گوگل، اگر بخواد بره گوگل هیچ صفحه باز نشه، ارور بشه، پیام خطا داده شه، ولی اگر بره آپارات پیام خطا داده نشه. و خب اگر اشتباه کنم تو چند روزهای گذاشتم، شما وقتی ویدیوهایی که از خوزستان نشون میدادید، خیلی از کاربرا نشون میدادن که میتونستن برن مثلا دیجیکالا، ولی نمیتونستن توی گوگل سرچ ساده بکنن. در نهایت میشه گفت فنی بخوام نگاه کنیم، این هستش که اتفاق افتاده، ترافیک جدا خواهد بود. این هستش که شما درخواستی میدید به سروری که داخل ایران هستش، مثل آپارات درخواستتون قبول میشه، میتونید آپارات رو باز کنید، ولی وقتی درخواستی میدید مثلا به سرور اینستاگرام، چون سرور داخل ایران نیستش، جایی که فایل ها در حقیقت میزبانی میشه، درخواستتون پاسخی نمیگیرید، در چه یک صفحه ممکنه حالا به جای صفحه فیلترینگ معروف یه دونه ارور میبینید، اصلا میگه وبسایت امکان باز کردن وبسایت وجود نداره. حالا برمیگردیم راجع به جزئیاتش و به ویژه مسئله امنیت کاربرا که این هم نگرانی ها ایجاد کرده صحبت میکنیم. خانم امینی عزیز، یک مسئله ای که هست اینه که اسم طرح سیانت از حقوق کاربرانه، ولی تنها چیزی که میبینیم درش تعدی به حقوق کاربرانیه که در فضای مجازی فعالیت میکنن. چه انگیزه هایی رو دنبال میکنن نماینده های مجلس در این طرح که با این عنوان ارائه شده؟
اجازه بدین اول من سلام کنم به شما، مهمانان برنامه و بیننده های اینترنشنال. ببینید، به نظر من از دو بود میشه به این مسئله نگاه کرد. یک بودش بود اقتصادی و تجاری هست، بود دیگه بود اجتماعی و امنیتی. یعنی که شما در همه پروژه هایی که به این صورت در حد ملی بسیاری از سازمان های مختلف رو درگیر میکنن، شما ببینید الان مسئله کنترل اطلاعات در ایران از طریق اینترنت و موبایل تحت نظر دولت هست، به طور مشخص تحت نظر وزارت ارتباطات هست. در طرح جدیدی که در واقع ریختن، این مسئله توزیع میشه بین سازمان‌های مختلف. ما حتی در مورد یک طرح بسیار به نظر میرسه که غیر اقتصادی مثل طرح عفاف و حجاب هم یهو میبینیم، اگر در کنه ماجرا بریم میبینیم که سازمان‌های متعدد بسیاری افرادی رو استخدام میکنن برای اینکه از این کار ارتزاق کنن. یعنی اصلا بحث اقتصادی و بحث تقسیم ثروت و جمع‌آوری سرمایه از طرف مردم رو در این راستا دست کم نباید گرفت. از اون طرف بحث دیگر تجارت، ضربه زدن به کسب و کارهایی است که کوچک هستن، مستقل هستن. به طور مشخص کسانی که از این مسئله آسیب بسیار خواهند دید زنانی هستن که به طور مستقل از اینترنت برای کسب درآمدشون استفاده میکنن. حالا از بحث اقتصادی که میدونم بحث مفصل تری هست، آقای دکتر علوی هم اینجا نشستن متخصص، من فاصله میگیرم، بحث اجتماعی و امنیتیش رو مطرح میکنم. از یه طرف ممکنه به نظر برسه که این مسئله برای کنترل شهروندان، کنترل امنیتی شهروندان به خصوص بعد از سال 98 که تاکید حکومتی ها روش خیلی بیشتر شد به نظر میرسه باشه، ولی از یکمی که از موضوع فاصله بگیریم، به نظر من این طرح بسیار براندازانه است. یعنی 121 نماینده مجلس یک طرح براندازی جمهوری اسلامی رو در به نظر من در مجلس تصویب کردن، برای اینکه مسئله محدودیت اینترنت به راحتی ما رو برمیگردونه به شرایطی که مردم در خیابان‌ها بودن، نه پشت موبایل و کامپیوتر. مردم در واقع گروه‌های اجتماعی جایی غیر از شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرن. بنابراین من فکر می‌کنم که از این موضوع نباید، با اینکه می‌دونم امروز بیشترین بازتابی که ما داشتیم دیدیم هراس از این بود که فضا امنیتی‌تر میشه، بسته‌تر میشه، کنترل حکومت روی در واقع تصمیم‌های شهروند روی زندگی خصوصی شهروندان بیشتر میشه، که همه اینها به درستی، این نگرانی به درستی وجود داره، ولی از طرفی به آینده من اندک امیدوار هستم. این نگاه ارتجاعی نیست، ولی نگاه این هست که شاید اگر موبایل و کامپیوتر و اینترنت نباشه، گروه های مردمی فیزیکی تر و جدی تری در واقع به خواسته ها و مطالبات مردم رو به صحنه اجتماعی بکشونن. بیشتر درباره این مسئله و اینکه اتفاقا نارضایتی بیشتری در طبقه های بیشتری ایجاد خواهد کرد خواهیم پرداخت. آقای علوی، خانم امینی اشاره کردن به کسب و کارهای آنلاین، ولی بزنید یه خورده بحث رو کلی تر شروع کنیم. اساسا مسئله اقتصاد و فناوری های نوین و اینترنت و شبکه های اجتماعی چطور در جهان به هم گره خورده این روزها؟ خدمت شما سلام عرض میکنم، میهمانان گرامی و همچنین مخاطبان این برنامه. خدمت شما بگم که اگر از منظر کلان و حتی فراملی نگاهی بیاندازیم به تحولات اقتصادی جهان، خواهیم دید که سه ویژگی داره این تحولات. یک، اینکه ما جهانی داریم میشیم. دو، اینکه هم پیوسته میشه اقتصادها بیش از گذشته. و سوم، اینکه اقتصادها دیجیتال میشه. این دارای پیامدهای شگرف اقتصادی خواهد بود. از جمله این خواهد بود پیامدهاش که اقتصادی که دور بماند از این فرایند نمیتونه از مزیت‌های بین‌المللی استفاده بکنه و در عوض با انزوا فرصت‌های کلانی رو از دست میده برای اینکه همگام بشه با قافله توسعه اقتصادی در جهان. و البته میشه پرداخت به فرضاً بخش‌های مختلف اقتصادی، مثل فرضاً نظام بانکی بین‌المللی. الان ما اگه بخوایم نگاه کنیم، اساسش بر پایه صنعت اطلاعات و اینترنته. و باز اگر نگاهی بیاندازیم به دانشگاه‌های دنیا، اگر شما اینترنت رو محدود بکنید یا فرایند فعالیتش رو کند بکنید، این
مجموعه که نقش بسیار زیادی در تولید دانش داره طبیعتاً عقب میفته، نمیتونه قدرت رقابتیش رو حفظ بکنه و به حاشیه رانده میشه. اگر بخوایم باز یه نگاهی تاریخی بیاندازیم به تحولات بین‌المللی در 50 سال اخیر، خواهیم دید که سهم دانش اطلاعات در تولید ناخالص ملی کل دنیا به شدت افزایش پیدا میکنه. بنابراین میبینیم که اگر فرضاً مقایسه بکنیم بخش کشاورزی رو در 100 سال پیش با بخش صنعت اطلاعات در شرایط فعلی، میبینیم صنعت اطلاعات سهمش فرضاً بسیار بسیار بزرگ و بزرگتر میشه، اشتغال ایجاد میکنه، هم مصرف کنندگان، هم تولید کنندگان، هم توزیع کنندگان برای تصمیم گیری خودشون، برای بهینه کردن فعالیت های خودشون نیازمند میشن به صنعت دیجیتال. و هر نوع محدودیت، حالا من کار ندارم به اینکه محدودیت چگونه خواهد بود، هر گونه محدودیت که کند بکنه این فعالیت رو یا فعالیتش رو محدودتر بکنه، بسته تر بکنه، طبیعتاً در فرایند تولید، توزیع، مصرف تأثیر میگذاره، رشد اقتصادی رو کاهش میده و باید انتظار داشت که اشتغال کاهش پیدا بکنه. و از این گذشته اون صنعتی ما داریم به اسم صنعت به اصطلاح مدیریت ریسک و رتبه بندی اقتصادی، با محدود کردن صنعت دیجیتال در ایران طبیعی است که این رتبه بندی ایران کاهش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه یک پدیده وجود میاد به اسم عدم تقارن اطلاعاتی، یعنی بازیگران عرصه اقتصاد در عرصه بین المللی نمیتونن داد و ستر اطلاعاتی داشته باشن و اقتصاد ایران رو به عنوان یک اقتصاد کدر تعریف میکنن و این تاثیر داره هم بر ورود سرمایه در ایران، هم خروج سرمایه و هم سرمایه گذاری. و بنابراین اگه بخوام جمع بندی بکنم از کل نکاتی رو که بسیار البته محدود من صحبت کردم، باید انتظار داشت که اقتصاد ایران منزوی تر بشه، غیر رقابتی تر بشه و البته از این فرایند توسعه اقتصاد جهان هم عقب بماند. ممنونم از شما. حسابتی یکی از مسائلی که در این طرح مطرح شده احراز هویت کاربر است، چیزی که خیلی ها رو نگران کرده، به خصوص که میدونیم کاربران زیادی زندانی شدن، بعضا جون خودشون از دست دادن، کسی مثل ستار بهشتی یا کاربرانی که به زندان محکوم شدن به خاطر فعالیت هایی که داشتن در شبکه های اجتماعی. مسئله امنیت چقدر تو این طرح جدیه و کاربرا چیکار میتونن بکنن باش؟ از دو جنبه میشه نگاه کرد. اگر من خودم جای سازمان‌های اطلاعاتی بیرون از ایران بذارم، حالا غربی میتونه باشه یا اسرائیل هر جای دیگه، واقعاً چه بخوام، من خیلی خوشحال میشم ایران کار انجام بده، جمهوری اسلامی کار انجام بده، چون شما اون موقع یک دیتابیس عظیمی دارید از کاربرای ایرانی که مشخصات کاملشون احتمالاً هست، شماره ملی، شماره حتما، پاسپورت، اسم کامل، آدرس خونه و این مشخصات هست و به عنوان یه سازمان امنیتی خیلی خوشحال میشی کپی از این اطلاعات داشته باشی. خب شواهد گذشته نشون داده که ایران اونقدر در زمینه حفاظت از اطلاعات کاربرا خوب عمل نکرده جمهوری اسلامی در حقیقت، و خب به همین دلیل میشه گفتش که این جنبه ای هستش که خب حتی فکر کنم یعنی مقامات ایرانی واقعا در موردش فکر کردن یا نکردن. جنبه دیگه اش از نگاه کاربرای داخل ایران نگاه کنید، همین الان تا حدودی داره اتفاق میفته. شما وقتی که خط اینترنت دارید میگیرید برای خونتون، خب آدرس خونتون رو داره اون کسی که به شما ارائه میده خدماتو، در حقیقت اسم کامل شما رو داره و این مشخصات کلی شما رو داره، شماره ملی رو احتمالاً داره و حتی شماره حسابی که ازش پرداخت میکنید احتمالاً داره، اینو داره. ولی خب اگر بخوام به حالا فرض کنیم اینم میخواد دونه دونه کاربرها رو شناسایی کنه، نکنید یه چیزی هستش که تو تئوری هستش، ممکنه من و شما تو تئوری بخوایم نمیدونم پاشیم سوار بیلیونر بشیم و بخوایم بریم نمیدونم از منظومه شمسی خارج، در تئوری خیلی زیبا هستش ولی خود در عمل سوال نیست که آیا امکان پذیر هستش یا نیست. این هم در مورد جمهوری اسلامی هستش که بر اساس گذشتهش در تئوری آره میتونن ادعا کنن که ما تمام کاربرهای اینترنت که بگیم حداقل فرض کنیم تمام کاربرایی که تو تلگرام از 40-50 میلیون کاربر داریم ما در ایران، چون تقریبا 40 میلیون ما میدونیم از تلگرام استفاده کردن، تمام این کاربر شناسایی کنم، میخوان شناسایی کنن، سوال هستش که این اطلاعات چجوری میخوان به در حقیقت پروسس کنن، اطلاعات چجوری میخوان جمع آوری کنن و چجوری میخوان بفهم در اون لحظه که کاربر میزنه دسترسی بدن. این کار ساده ای نیستش که شما یک کاری که توی این طرح هستش اینه که کاربرا رو سوق بدن به سمت پیام رسانهای داخلی، یعنی عملا استفاده از شبکه های اجتماعی بین المللی و همینطور پیام رسانهای خارجی رو انقدر محدود کنن که کاربر گزینه دیگه ای براش نمونه جز پیام رسانهای داخلی. پیام رسانهای داخلی اصلا قابل اعتماد خواهند بود؟
دیگه کنید بسکی داشت آیا شما به جمهوری اسلامی اعتماد دارید یا نداری؟ اگر اعتماد دارید پیام رسانه دارید داخلی میشه گفت مورد اطمینان است. اگر اطمینان ندارید قطعا مورد اطمینان نیست. و خب اگر به طور کلی نگاه کنید به رفتار کاربر ایرانی در داخل کشور میبینید که کلا سوق و کاربرهای ایرانی به سمت پیام رسانه های غیر ایرانی است به خاطر اینکه اطمینانی به جمهوری اسلامی نیستش. یعنی مشکلی که وجود داره عدم اطمینان است. به همین دلیل هستش که حتی وقتی که تلگرام مسدود شد اپلیکیشن های خیلی ایرانی اومد و سعی کردن خیلی از اینها رو مثل سروش و خیلی از این اپلیکیشن ها سعی کردن محبوب کنن نتونستن. چرا؟ چون این فقط مختص کاربر ایران نیست. شما وقتی یک اپلیکیشن تو هر جای دنیا درست میکنید خب در حقیقت نیاز یک کاربر نیاز داره جذب کنه. مثلا قبل از فیسبوک هزاران شبکه اجتماعی دیگه بودن ولی خب فیسبوک محبوب شد. در این مورد هم این هستش که مشکلی که وجود داره عدم اطمینان هست و حتی فرض کنیم کاربرها رو سوق بدن به سمت اپلیکیشن ایرانی، ما چیزی که میدونیم این هستش که در نهایت کاربر ایرانی بر اساس میگم تاریخچه ای که از کاربرها رفتار کاربر ایرانی دیدیم این است که در نهایت ممکنه برای همون چند تا کاری که مجبور از اون اپلیکیشن استفاده کنه از اون اپلیکیشن استفاده کنه، ولی هیچ وقت نمیاد مکالمات مثلا میگم با پدر مادرش با اقوامش داره رو سویچ کنه روی اپلیکیشن های مثل ایرانی. مثلا همین تلگرامی که بلاک شد همچنان کاربرها گروه های خانوادگی دارن، رو واتساپ هم گروه های خانوادگی دارن و خب این فرآیند فکر کنم ادامه پیدا میکنه. فقط اتفاقی که میفته دسترسی کاربرها به این ابزارها سخت‌تر خواهد شد. همونجوری که قبلا پدر مادر ایرانی میتونستن با پدر بزرگ مادر بزرگ ایرانی بدون فیلتر شکن تلگرام رو باز کنن، الان با فیلتر شکن باز میکنن و خب اتفاق خواسته ممکن در آینده بدون فیلتر شکن اینستاگرام باز میکنن ولی بعد بیان با فیلتر شکن اینستاگرام باز کنن. ممنونم. خانم امینی، آقای خامنه‌ای خیلی راجع به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی صحبت می‌کنه. بارها گفته که رها شده این شبکه‌ها و از علاقه خودش هم گفته بودن که من رهبر نمی‌شدم، دوست داشتم که رئیس فضای مجازی بشم. چقدر این طرح رو برآمده از خواسته‌ها و صحبت‌های شخص او می‌بینید و فکر می‌کنید چرا اینقدر شبکه‌های اجتماعی برای او مهمه و راجعش حرف می‌زنه و دوست داره حتی رئیسش هم باشه؟ ببینید، من قبل از اینکه خانم سلامی به سوال شما جواب بدم میخوام یه پاسخ بزنم به سوالی که از آقای ثابتی پرسیدین در مورد اطمینان به پیام رسان ایرانی. همین امروز چند ساعت پیش در کلاب هاوس در یکی از اتاقها بحث داغ در مورد همین موضوع در گرفته بود. یکی از نمایندگان مخالف این طرح رو دعوت کرده بودن که صحبت بکنن و جالب بود که ایشون اینکه رأی منفی داده بود اما وقتی که داشت توضیح میدادن گفتن که ما چه باید داده‌های خصوصی مردم در اختیار پلتفرم‌های قرار بگیره که در ایران قرار ندارن. این اطلاعات و داده‌ها باید در اختیار حکومت ایران باشه نه در خدمت در واقع پلتفرم‌های بین‌المللی. یعنی نگاه باز هم حتی کسی که به این رأی منفی داده باز هم نگاهش نگاه امنیتی و در واقع مالکیت حقوق خصوصی مردم است. حالا برگردم به سوال شما. ببینید، اصل ولایت فقیه یعنی قدرت مطلقه در اختیار یک نفر و بعد از او یک گروه و بعد از او دولتی که مجری رأی اون گروه و اون فرد هست. شبکه‌های اجتماعی تنها قله فتح نشده در واقع جمهوری اسلامی هستند در حوزه قدرت و حوزه قدرت. رسانه‌ها کنترل شدن، جامعه مدنی کنترل شده، احزاب و گروه‌های سیاسی داخل حکومت کنترل شدن. منظور من کنترل شدن منظور یا سرکوب شدن یا به در واقع گوشه نشین شدن، خاموش شدن یا اینکه زیرزمینی شدن. به نوعی این کنترل چه بخواهیم چه نخواهیم صورت گرفته. ما نه جامعه مدنی فعالی داریم، نه احزاب و گروه های سیاسی فعالی داریم، نه رسانه ها آزادی بیان دارن. تنها مفری که شاید بتوان آنجا صدای از مردم شنید شبکه های اجتماعی هستند. بنابراین طبیعی هست هر اعتراضی که در ایران رخ داده در سالهای اخیر مهمترین در واقع کانال ارتباطیش با دنیای بیرون شبکه های اجتماعی بودن. این قله اگر فتح بشه که در واقع بخشی از این طرح ظاهراً با همین هدف صورت گرفته، اون قدرتی که از دست حکومت خارج شده هم تحت در واقع برنامه اینطور هست که اون بخش هم تحت کنترل قرار بگیره که من چنین باوری ندارم. من باور دارم که زیرزمینی شدن جنبش‌های اجتماعی، زیرزمینی شدن خواسته ها و مطالبات مردم در نهایت به سود مردم و به زیان
حکومت و ولی مطلقه فقیه تمام خواهد شد. این در واقع شما حتی اون مدینه فاضله‌ای که جمهوری اسلامی از چین برای خودش تصور کرده بود با اون هم فاصله بسیار زیادی داره. شما چین رو نگاه بکنید، ما نه اقتصادمون شبیه چین هست، نه سیاستمون شبیه چین هست، نه دیپلماسی و روابط بین المللی مون شبیه چین هست. تنها چیزی که ما از چین، کره شمالی، روسیه و کشورهای دشمن آزادی بیان داریم همین خصلت آزادی بیان و محدود کننده آزادی بیان هست. من تصور نمی کنم که این بستگی جامعه ایران اون رو تحمل بکنه و در نهایت این به ضرر خود حکومت خواهد بود. ممنونم آقای علوی. شما توضیح دادین این پیوستگی اقتصاد و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت رو، یه کمی جزئی تر راجع به ایران صحبت کنیم با توجه به گروه‌هایی که کسب و کارشون الان به صورت آنلاین و روی اینترنت هست. وضع اقتصادی ایران رو هم میدونیم، شرایط اقتصادی مردم رو میدونیم، بسیاری الان تنها ممر درآمدشون از همین شبکه‌های اجتماعی. توضیح بدین که اگر این طرح اجرایی بشه مشخصا روی اقتصاد ایران و روی چه گروه‌هایی اثر گذار؟ بله، البته آمار دقیق و وسیقی در خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی یا به طور کلی اینترنت در بخش مشاغل کوچک و خانگی در دست نیست. اونچه که هست تخمینی است که میتونه کم یا زیاد باشه، اما اگر اعتماد بکنیم به یکی از این منابع که به نظر موجه هم میاد، یعنی رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران، به عقیده ایشون در کمترین حالت صدها هزار خانوار از این شبکه‌های اجتماعی یا این در واقع اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنن و فعال هستن تا در بخش مشاغل خانوادگی، و بنابراین با محدود کردن این شبکه‌ها انتظار میره که فعالیت‌ها کاهش پیدا بکنه و این البته تأثیر می‌گذاره هم بر اشتغال هم بر درآمد این خانواده. با توجه به اینکه این فعالین دارای اندوخته زیادی نیستن، سرمایه زیادی نیستن، وسع کافی ندارن، خب طبیعی است که با محدود شدن فعالیت‌های اونها می‌غلطن به دامن فقر. و البته بیاد بیاریم که باز بنا به منبعی که من ذکرش کردم، بیش از 600 هزار تراکنش در سال 99 به وقوع پیوسته و یه رابطه عمیقی وجود داره بین میزان مبادله تراکنش و البته به اصطلاح رشد اقتصادی. یعنی هرچی تراکنش بالاتر میره افزایش پیدا میکنه، معامله در چرخه اقتصاد بیشتر میشه، طبیعی است که داد و ستد بیشتر میشه و البته رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه. اما نکته ای رو که به هر حال ناگفته مانده در مباحثی که در اتاق بازرگانی یا سایر مؤسسات بوده اینه که اساسا این تنها مشاغل کوچک یا خانوادگی نیستن که آسیب میبینن، بلکه حتی بنگاه‌های متوسط بزرگم آسیب می‌بینن در این فرایند. چرا؟ به خاطر اینکه این بنگاه‌های متوسط و بزرگ برای توزیع کالاهای خودشون، توزیع خدماتشون نیازمند همین شبکه‌های کوچک هستن، همین مؤسسات کوچک هستن. بنابراین با محدود شدن این بخش از اقتصاد، پیامدهای منفیش دامنگیر کلیت اقتصاد ایران خواهد گرفت و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که در چنبره رکود، در چنبره تحریم هاست و آسیب دیده از پیامدهای کرونا، باید انتظار داشت که ما آسیب‌های بیشتری رو شاهد باشیم. بیاد بیاریم که نزدیک 70% یا 7% منابع گفته مقامات الان مشمول گرفتن کمک هستند، یعنی در واقع بسته‌های حمایتی میگیرن یا یارانه میگیرن. ما حدود 70% جمعیت در فقر نسبی یا فقر مطلق هستند و به دنبال این محدود کردن این شبکه ها انتظار میره که بر شمار این فقیران اضافه بشه، یا اینکه نه این فقیران به اصطلاح درجه فقرشون افزایش پیدا بکنه. با توجه به این قضیه اساساً پیامدهای بلند مدتش مثل مسئله رکود، تعمیق رکود دور از انتظار نیست و البته هر فعالیت اقتصادی
هر به اصطلاح کنش اقتصادی که انجام میشه، هر پیامد منفی که این محدودیت ها داشته باشه، طبیعتاً به تدریج تبدیل بشه به یک مشکل اجتماعی و بنابراین ممنونم از شما آقای علوی. میپردازیم به این که دقیقاً این مسائل اقتصادی و اضافه شدن طبقه‌ای که احتمالاً مزایایی رو از دست میدن به معترضان چه تبعاتی میتونه داشته باشه. آقای ثابتی، مقایسه میکنن الان اینترنت ایران رو و مسیری که داره طی میکنه رو به سمت چین یا کره شمالی. شاید کره شمالی البته بیشترین چیزی باشه که من در شبکه‌های اجتماعی دیدم کاربرا دارن ازش یاد می‌کنن. چقدر ممکنه به اون سمت بره؟ چقدر اصلاً وجه تشابه وجود داره بین اینترنت ایران، چین و کره شمالی؟ کدوم مدل؟ آخه در مورد اینترنت کره شمالی، اصلاً تو کره شمالی اینترنت وجود نداره که در مورد اینترنت کره شمالی صحبت کنیم. در نتیجه کلاً اینترنتی که تو ایران وجود داره به سمت کره شمالی نمیره. به یه دلیل خیلی ساده، این هستش که شما خیلی دلیل ساده هستش، این هستش که در ایران هنوز صدها نفر به مسافرت میرن خارج از کشور، ولی شما تعداد جمعیتی که از کره شمالی مسافرت میرن و مقایسه کنید تعداد جمعیتی که از ایران میرن، و خب این افراد خیلی ساده به این نیاز دارن، به در حقیقت آژانس‌های مسافرتی به یک دست به کانکشن نیاز دارن که بلیت بتونن از شرکت‌های غیر از ایرانی رو شرکت ایرانی بخرن. در چه این کلاً این داستان، و خب غیر از اینم اینم نکته میگم که شما وقتی که ابزار به افراد میدید، اینترنت به افراد میدید، حالا هر جوری تو ایران متأسفانه نمیشه که بیشتر فیلترنت تا اینترنت ابزار میدید، این که خیلی سخت هستش که این کل ابزار رو بگیرید. و خب اگر این اتفاق بیفته، واقعیت چه بخواید، اگر این اتفاق بیفته که کلا اینترنت به سمت اینترنت کره شمالی بره، به نظر من اینجا دیگه من نباید بشینم در مورد اینترنت صحبت کنم. برمیگم به نکته که خانم امین گفتن، این هستش که آسیا امینی گفتن، این هستش که اون موقع در واقع براندازی تو ایران اتفاق احتمالا خواهد بیفته، انقلاب خواهد شد، بحث کلا متفاوت خواهد بشه. در نتیجه اینترنت کره شمالی زیاد مقایسه مناسبی نیست. در مورد اینترنت چین هم بخوایم صحبت کنیم، این هستش که در نهایت این چین که در میشه گفت یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های سانسور رو داره، همچنان اینترنت جهانی توش وجود داره، همچنان افراد چین به خاطر، حالا میگم به خاطر اینکه بازار جذابی داره، مثلا اپل در اونجا فعال هستش و خب اپل به درخواست‌های دولت چین پاسخ می‌ده و سری اپلیکیشن‌ها مثل وی پی ان هست، ولی همچنان چین به اینترنت وصل هست، به اینترنت جهانی وصل هستش، و خب کاربرها همچنان میتونن با ابزارهای مثل فیلتر شکن. الان توی این طرح هم گفتن که مثلا شرکت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر بیان در ایران دفتر بزنن که ما اجازه بدیم که کار اصلا همچین چیزی ممکن هستش، و چه اهدافی رو دارن از این مورد. آخه جمله قبل تموم شد، این هستش که در واقع چین و این اتفاق نمی‌افته، و اگر یک زمانی هم بیان تمام اینترنت رو قطع کنن توی ایران، گوشی‌های اندرویدی که دارن افراد تو ایران نیاز به گوگل پلی داره، و گوشی‌هایی که آیفون هستش نیاز به اپ استور، تمام این گوشی‌ها مثل خیلی ساده که مثل گوشکوب میشه، افراد میتونن برن باهاش آبگوش بخورن. برای اینکه این امکان نداره که چین کلا اینترنت تو ایران قطع کنه بلند مدت. حالا برگردم به سوال شما که درخواست دادن دفترشون رو بیارن تو ایران بزنن، دوباره یه سری آمال آرزو دولت جمهوری اسلامی داره که این خب آمال آرزو خیلی زیبا هستش. این هستش که اصولا شرکت‌های تکنولوژی، مخصوصا اونایی که تو کالیفرنیا هستن، تو در واقع سیلیکون ولی هستن، خیلی به کشورهایی که آزادی بیان درشون اونقدر زیبا نیست مثل ایران، مثل جمهوری اسلامی، نمیرن. مثال خیلی خب، چون خیلی از افراد چین رو میگن ما به این سمت اینترنت چین نمیایم، مثال چین بزنیم. چندین سال پیش گوگل رفت به چین و دفتر زد. چین درخواست‌های مختلفی داد که این نتایج گوگل رو باید حذف کنید. در به جای رسید که گوگل تصمیم گرفت این میزان درخواست برای سانسور محتوا انقدر زیاد هستش که من این کار انجام نمیدم، و کلا دقیقا دفترش رو خارج کرد. همین چند وقت پیش یه مصاحبه‌ای انجام شد با مدیر اجرایی گوگل، و ازش دوباره سوال کردن که بازار چین بازار جذابی هستش. دقت کنید، بازار ایران بازار جذابی نیست. شما بازار چین بازاری هستش که میلیاردها دلار توش میتونید درآمدزایی کنید. بازار ایران بازار 80 میلیون هستش. از مدیر عامل گوگل پرسیدن آیا شما هم برنامه‌ای دارید که به چین برگردید؟ پاسخی داده بودش که اگر به خاطر وضعیتی که وجود داره در مورد سانسور اینترنت، ما برنامه‌ای نداریم برگردیم. و همچنین حتی در مورد هنگ کنگ که یک زمانی یکی از مهد آزادی در حقیقت بخشی از چین نبود، الان دارن که شرکت‌های فناوری دارن فکر می‌کنن که حتی از اون بخش هم بیان بیرون. ممنونم خانم امینی. آقای ثابتی هم اشاره کردن به مسئله اینکه اگر که اینترنت بره به سمت کره شمالی شدن یا سخت‌تر شدن شرایط،
احتمالاً اتفاقات بنیادینی میفته. شما هم صحبت کردین، گفتین که این طرحی که نمایندگان دادن در حقیقت یک طرح براندازی. یه خورده اینو بیشتر برامون باز کنین، اینکه چقدر نگرانی وجود داشته از اعتراض‌های گذشته، به خاطر اینکه به نظر میرسه شتاب محدود کردن اینترنت از سال 96 و پس از اعتراضا به تبع اون 98 و حالا همین چند روز گذشته بیشتر شده و چه طبقه جدیدی اینجا میتونه اضافه بشه به معترضان و ناراضیان از حکومت جمهوری اسلامی؟ من اول بگم که هدف من از مقایسه با کشوری مثل چین و کره شمالی و روسیه صرفاً جنبه محدود کننده آزادی و دشمن آزادی بیان بودن بود، ولی هر پدیده ای رو در جامعه باید در همون کانتکست و در همون چارچوب شرایط اون جامعه سنجید. جامعه ایرانی جامعه ای هست که متوسط سنش هنوز 35 سال هست، یعنی جوان محسوب میشه، اگرچه متوسط سن جوان رو 30 سال حساب میکنن ولی 35 سال از اون فاصله زیادی نداره. این جوان متوسط سن یعنی که در واقع این جامعه جوان بخش عمده‌ایش تحصیل کرده هست، بخش عمده‌ایش با استفاده از همه محدودیت‌هایی که از نظر سیاسی، اقتصادی، تحریم، شرایط سرکوب اجتماعی فرهنگی در ایران وجود داشته، تونسته با همین هوش در واقع سرشار خودش، با انرژی، با سرمایه انسانی و با تحصیلاتی که کسب کرده استارتاپ‌ها رو فعال بکنه در ایران. در ایران بسیاری از جوانها تونستن کسب و کارهای کوچک محلی یا خانوادگی یا فردی راه بندازن. این شرایط ایران رو متفاوت میکنه از بسیاری از کشورهای همسایه یا حتی کشورهایی که به لحاظ متوسط از سطح سواد، متوسط سن و متوسط در واقع جنبش های اجتماعی با ایران فاصله دارن. این در واقع مسئله ظرفیت اجتماعی ایران رو در برابر این سرکوب ها نشون میده. ببینید شما همین امروز که اعتراض ها رو در خیابان ها میبینید، به محض اینکه حرف از گران شدن بنزین شد، این اعتراض ها میل کرد به اعتراض به شرایط عمومی کشور. مسئله آب و محیط زیست خوزستان مطرح شد، میل کرد به اینکه شما اصل نظام جمهوری اسلامی رو، حکومت جمهوری اسلامی رو هدف قرار بگیرین و دیکتاتوری رو مورد نقد قرار بدین. بست پیدا کرد به شرایط به سایر شهرها، به سایر نقاط ایران. منظور من این هست که شرایطی که ایران درش قرار داده یک شرایط انباشت مطالبات سرکوب شده هست. در کنار اون ما با جوانهای رشد یافته، جوانهایی که با دنیای آزاد ارتباط برقرار کردن، جنبش‌های اجتماعی رو حتی در شرایط سرکوب تجربه کردن روبرو هستیم. این همه تضاد در یک ظرف نمی گنجه. یعنی شما حتی برای این هست که من میگم در واقع شما این در قابلمه رو میبندید، ولی این در هر صورت شما این رو به ترکیدن نزدیکترش میکنید. دلیل مثالی که زدم در مورد براندازی این هست، شما نمیتونید یک کشور رو با تمام تناقضات درها رو به روش ببندید و انتظار داشته باشید که سرکوب و کنترل در واقع مدیریت شما رو پیش ببره. این اتفاق نخواهد افتاد، نه به صورت فیزیکی قابل بررسی هست، قابل تحمل هست، نه به لحاظ تاریخی. ما در تاریخ همچنین چیزی اتفاق نیفتاده. شما دوره استالینش رو هم که نگاه بکنید میبینید که اون سرکوب سیاسی، اون سرکوب فرهنگی اجتماعی بالاخره در اون ظرف نمیگنجه و از یک جایی سر میزنه. ممنونم. آقای علوی، در اعضای هیئت ساماندهی و نظارت این طرح، خب گروه های امنیتی هم زیاد هستن از وزارت اطلاعات، ولی ردپای سپاه هم پررنگه. میدونیم که خب سپاه در مسائل اقتصادی در ایران الان بخش عمده ای از اقتصاد ایران در دست سپاه. شما چقدر ردپای اون رو در فناوری های نوین، در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی پررنگ میبینیم؟ خب البته اطلاع دقیقی در خصوص این مسئله نیست. به طور کلی میدانیم که هر جا در واقع فعالیت اقتصادی هست غیر ممکنه که سپاه یا دخالت نکنه یا کنترل نکنه یا سهیم نشه. طبیعی است که اگر این فرایند انجام بشه و
به هر حال این اپلیکیشن های داخلی به جای اپلیکیشن های خارجی فعال بشن، طبیعی است که حاکمیت ترجیح میده شرکت هایی که به طور مستقیم با سپاه کار میکنن سر رشته امور رو داشته باشن و این اپلیکیشن ها رو تولید کنن، مدیریت کنن، توزیع بکنن. و البته دلایل گوناگونی هم همین رو توضیح میده. شاید مهمترین دلیلش دلیل امنیتی باشه که اونها دوست دارن که هیچ عرصه‌ای خارج از کنترل اونها نباشه و برای اونها شفاف باشه. منتها بجز این قضیه با دنبال سود هم به اصطلاح سرنخ سود هم گشت. تولید اپلیکیشن‌های داخلی کما اینکه پیش از این هم ما دیدیم اون نهادهایی که تحت نظارت و مدیریت مالکیت رهبری حکومت هستن، اینها بیشترین سهم رو داشتن، بیشترین سود. و اگر محدودیت هایی نبود، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ رقابت با جناح مقابل، طبیعتاً اینها سعی میکردن کلیت اقتصاد ایران رو مسلط بشن براش. این هم البته استثناء نیست که اگر قرار از سودی باشد، فعالیت اقتصادی باشد، خب اونها ترجیح میدن که عوامل خودشون تولید کننده باشن، توزیع کننده باشن و نظارت کننده باشن، چون علاقمند هستن که هم به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی و حتی به لحاظ اقتصادی، یعنی سوداوری اون تحت نظارت و سیطره خودشون باشه. و البته با توجه به شرایط فعلی ایران این چندان شگفت انگیز نیست. منتها اینکه این چگونه خواهد بود و آیا موفقیت آمیز بود، من بعید میدونم که این طرح موفقیت آمیز باشه. چرا؟ برای اینکه ما در گذشته هم دیدیم که تلاش هایی شده برای محدودیت اینترنت یا اینکه همین نیروها، همین نهادها مسلط بشن به جنبه های گوناگون اینترنت، اما موفقیت آمیز نبوده. بجز اینکه فرضاً کاربران علاقه ای ندارن که از این به اصطلاح اپلیکیشن ها استفاده کنن، این اپلیکیشن ها از نظر قدرت رقابت هم نمیتونه با مشابه خارجی خودش رقابت بکنه، حتی نمیتونه همساز بشه، همبستگی پیدا بکنه با به هر حال نمونه های خارجی. بیاد بیاریم یکی از به اصطلاح مزیت های اپلیکیشن هایی که در خارج تولید میشه که اینا همبسته هستن، یعنی شما میتونید اینها رو با هم استفاده کنید، داد و ستد بکنید. خب اگر قرار است که های داخلی اقدام بکنن به تولید یک موجود مجهولی به اسم اپلیکیشن داخلی، خب ارتباط این فرضاً با به استراحت اون محصولاتی که مؤسسات بین‌المللی تولید میکنن چگونه خواهد بود؟ آیا امکان پذیر است؟ که من بعید میدونم، که البته در تخصص من نیست، ولی بعید میدونم که اینجور باشه. کما اینکه ما نرم افزارهای دیگه ای رو، حتی من میخوام بگم تو بازه 20 سال اخیر انواع نرم افزارها تولید شده، منتها به تدریج به خاطر رقابتی نبودن، به لحاظ اقتصادی نبودن، اینها کنار گذاشته شده و در نهایت پیچ تبدیل شده به یک شکست. بله ممنون. آقای ثابتی، شما اشاره کردین راجع به پیام رسان‌های تولید داخل حرف زدین. من دیدم که شما توییتایی هم دارین در زمینه اینکه دولت روحانی چطور توی این مدت 8 سال فضای اینترنت رو محدودتر کرده و با همکاری شرکت‌هایی. این کار چجوری انجام شده؟ اون شرکت‌ها چه نقشی داشتن؟ به کجا وابستن؟ اگر بخوایم دولت دقیقه از زمان خاتمی اینترنت وارد ایران شد و اگر بخوایم مقایسه کنیم، برخلاف تصور خیلی‌ها فکر می‌کنن که احمدی نژاد دشمن خیلی شدیدتری در مورد اینترنت تو ایران بود، ولی باید گفتش که روحانی خیلی دقیقاً دولت روحانی و مخصوصا دولت دوم روحانی، ولی به طور کلی دولت روحانی دشمنی بیشتری با اینترنت داشت. فقط تفاوتش با احمدی نژاد این بود که سر با پنبه می‌برید. در موردش مثال سادهش این است، مثال خیلی مشخصش این استش که نگاه کنید، شما در اول بحثم گفتم این استش که شما ترافیک، اگر شما از وبسایت‌های خارجی استفاده کنید، این در تئوری دو برابر پول باید بدید نسبت به وبسایتی که داخل ایران استفاده میکنید. و خب در سرتاسر دنیا وقتی که این اتفاق میفته، کاربر در نهایت به جیبش نگاه میکنه، چون جیب میزان هزینه‌ای که میکنه براش مهم هستش. و خب این در بلند مدت اتفاقی که میفته این هستش که باعث میشه رفتار کاربر عوض بشه نسبت بیشتر سوق پیدا کنه به استفاده از وبسایت‌های داخلی. در مورد اینکه شرکت‌های مختلف، نگاه کنید شرکت‌های مختلفی هستن که توی ایران در حقیقت کمک کردن به دولت ایران و حکومت جمهوری اسلامی به طور کلی که بتونن اینترنت راحت‌تر سانسور کنن. از شرکت میتونیم بگیم ابراروان میتونیم بگیرید تا آسیاتک و موبین نت. این شرکت‌ها هر کدوم نقشای مختلفی داشتن در مورد سانسورش، ولی خب میگم اگر شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید، بیشتر بحث در مورد شرکت به نام ابراروان هستش. دلیلش یه دلیل مشخص هستش. نگاه کنید شرکت‌های دیگه
ممکنه بخش از رانت بگیرن، ولی شرکت ابراروان به صورت مشخص توسط آقای جهرمی در حقیقت تبلیغ شد و خب میدونیم که رانت های مختلفی گرفته و در نهایت هم همیشه اومدن گفتن که ما خط قرمزمون قطع اینترنت هستش. سوالی که الان وجود داره هستش که این طرح اگر تصویب بشه و اینترنت کاربر ایران قشن، اون موقع این شرکت ها، این دست شرکت ها چه کاری خواهند کرد؟ ممنونم خانم امینی. در فرصت کوتاهی که داریم شما برای ما توضیح بدین که یکی از اهدافی که این طرح داره کنترل محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی تولید میشه. فکر می‌کنین چقدر اساساً با توجه به شناختی که شما از کاربران دارین و دنبال کردین و رفتاری که می‌بینین، فکر می‌کنین چقدر مؤثره و اصلا شدنیه؟ ببینید، مسئله کنترل محتوا و خیلی مهمتر از اون دسترسی حکومت ها یا حتی شرکت های اقتصادی کلان اینترنشنال به داده‌های خصوصی مردم، به حقوق خصوصی مردم، یک مسئله جدی در تمام دنیاست. تفاوت ایران با جاهای دیگه دنیا این هست که شما حتی اگر در آمریکا مثلا شرکت فیسبوک داده‌های خصوصی یه سری از کاربرانش رو به یک سیاستمدار یا به یک گروه سیاسی یا اقتصادی میفروشه، دنیا در قبالش وای میسته. یعنی دادگاه های مستقل اونها رو به دادگاه میکشونن. روند دادرسی علیه یک همچین رفتاری که در واقع حقوق خصوصی مردم رو زیر سوال برده به راه میفته. آنچه که در ایران تهدیدآمیز هست این هست که اولا دولت و حکومت داره تلاش میکنه مالکیت همه گونه روابط اجتماعی مردم رو در فضای اینترنت کسب بکنه. دوم اینکه هیچ پاسخگویی در قبال سوء استفاده از داده های خصوصی مردم وجود نداره. یکی از بندهایی که در همین طرح نوشته شده جرم‌انگاری فیلترینگ هست. یعنی شما ببینید حتی از حالا برای سرکوب هم، برای مجازات هم پیشبینی های صورت گرفته. ممنونم از شما خانم امینی. از اجازه بدین یک دقیقه پایانی رو از آقای علوی من سوال بپرسم که آقای علوی، فکر میکنین که این پیوندی که مسائل اقتصادی خورده به شبکه های اجتماعی و اینترنت میتونه عملا جلوی اجرایی شدن چنین طرحهایی رو بگیره؟ کوتاه لطفا. به گمان من اولویت نخست حاکمیت مسائل امنیتیه و هرچند اونها سعی میکنن با لفاظی این رو پنهان بکنن، منتها حتی در صورت اینکه تضاد پیش بیاد بین اولویت های اقتصادی و امنیتی، من گمان میکنم که حاکمیت حاضره ضرر و زیان های اون رو بپذیره، چون به هر حال اون لایه های بالای حاکمیت اونها زیان زیادی نمیبینن. این زیان ها از کیسه پایین ترین لایه ها پرداخت میشه و اولویت امنیتی و سیاسی. ممنونم از شما. متشکرم. از میهمانان این برنامه امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت، در استودیو با من همراه بود آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، و احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم. از شما هم ممنونم که بیننده این برنامه چشم‌انداز بودید. شب و روزتون خوش.